سلام آرمین نوابی عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه. روند بی خدا شدن من به این صورت بود که من کلن از دوران کودکی وقتی که یک سری سوالاتی برام پیش می اومد از وجود یا حالا بحث های دینی، این سوال رو از هر کسی که سوال می کردم به می گفت که مثلا این ما نمیدونیم، نباید فکر کنیم بهش، اینا چیزایی هن که گناهن اگه بهشون فکر کنیم. بعد من با این منطق فکر میکردم که آقا ما وقتی که میتونیم قدم بزنیم، پیاده یا بدویم یا حالا هرچی کاری رو میتونیم انجام بدیم انجام میدیم. نمیشه که من بگم من وقتی راه میرم نباید راه برم چون گناهه، وقتی میتونم راه برم راه میرم. بنابراین وقتی میتونم فکر کنم فکر میکنم، منطقیش اینه که فکر کنم، یه ابزاری که داده شده بهم ازش استفاده کنم. روی اصول من همیشه به سوالاتم جواب میدادم، هیچ وقتم به جواب خودمو وابسته نمیکردم، یعنی امکان میدادم که جواب اشتباه باشه و باز دنبال یک جواب منطقی تر بوده. به این صورت شد که من همیشه دنبال حاشیه هایی بودم که کمتر مثلا شنیده شده گفته شده، مثلا فکر میکردم توی اون حاشیه ها حقیقت وجود داره، من حقیقت رو میتونم اینجوری کشف کنم. اوائل خب کلن دور بحثای فراتبیعی و چرتپرتای جن و روح و از اینجور چیزا بودم. بعد گفتم خب نه، احتمالاً این که میگن فرازمینی ها هستن و این چیزا شاید این درست باشه. دنبال اونا هم رفتم، باز دیدم یه سری داستانه که برایشون گفته شده و همین. گفتم خب من باید ببینم منطقاً دنیا چجوری درست شده، کلن منطق چجوریه. قضیه منطقی تر از اینه که موجودی بیاد ما رو بسازه یا هرچی. رفتم دور بحثای فلسفی تر، بحثای مثل اشعار ایرانی مثل مولانا، اینا رو رفتم پیگیر شدم، دیدم اینا هم حرفای قشنگی میزنن ولی باز گیج کننده است، یعنی باز یه جاهایی به ابهام میرسه، هیچ ادامه هم نداره، همون توی اون ابهام میمونه. خب احتمالاً حقیقت همینه دیگه، یه چیزی گیج کننده است، نمیشه درکش کرد، درک ما انسان‌ها بهش نمیرسه. تا اینکه دیدم یه سری کلیپ‌هایی رو دیدم که از آقای زئوس بود، آقای زئوس خیلی منو راهنمایی کرد، خیلی بحث‌های منطقی میکرد که خب من بیشتر جذبش شدم چون دنبال جواب واضح‌تر بودم نه گیج کننده. دیگه یه روز که زئوس دعوت شد توی برنامه شما، من دیگه برنامه شما رو دیدم و باز بیشتر، یعنی اگه تا زئوس من باز به یه خدای اعتقاد داشتم یه چیزی، شما بیشتر واضح‌تر صحبت کردین. یکی از مثال‌هایی که میخوام بذارم اینه که یه روز گفتین خب آقا ما میگیم مثلا دنیا رو یه ما میگیم احتمالش هست ساخته باشه یه خدایی دونه، احتمالش هم هست نساخته باشه، چرا بیام چیزی که هنوز که اصلا کشف نشده اصلا بهش در موردش فکر کنیم؟ و اینکه خودم هم همیشه توی ذهنم داشتم آقا اگه خدایی هم ساخته باشه به هر حال اون خود اونو کی ساخته، و همین جواب باعث میشد که من بگم پس از همون هیچ ساخته شدن منطقی تر برام. این دلیلی بود که من بی خدا شدم، که الان همین بحث با یکی از دوستام دارم که هر وقت باش بحث میکنم در میاد میگه که این پیچیدگی اینا نمیشه که خود به خود ساخته بشه. من میگم نمیتونیم بگیم که وقتی یه چیزی رو نمیفهمیم حتما یه کسی باهوشتر ساخته، میگیم نمیدونیم چجوری، با اینکه حالا اینا همه چیز توضیح داره، از نظر علمی توضیح داره، یا اینکه علم دنبالشه که توضیحش رو پیدا کنه، نه اینکه جوابهای آماده رو از ذهنیت خودمون بدیم. ممنونم که وقت گذاشتین صحبت هم گوش دادین، با تشکر، خدا نگهدار.
سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم که همیشه خوب و سلامت باشید. من خواهم بود در مورد بحث تمامیت ارضی ایران و مباحث مربوط به جدایی طلبی و تجزیه صحبت کنم. من مخالف 100% بحث جدایی طلبی هستم و فکر میکنم بحث جدایی طلبی است که بعض موارد که اصلا نباید در معرض رأی مردم قرار بدیم، مثلا شکنجه گرفتن آزادی و حریم خصوصی افراد، به رأی عمومی نباید گذاشته بشه. من چند دلیل دارم برای اینکه نباید تجزیه طلبی تو ایران اتفاق بیفته. یکی داره مربوط به حوادث اقتصادی. وقتی ما ایران رو بررسی میکنیم، بس منابعش رو بررسی میکنیم، کمیتش رو بررسی میکنیم، میبینیم منابع صورت یک نواخت توضیح نشده. بعضی صنعت ها نفت دارن، گاز دارن، دسترسی به دریا دارن، صنایع بزرگی دارن، جمعیت زیادی دارن و فاکتورهای مختلفی. وقتی ما نگاه میکنیم، اگر یک مدنی از اینا بخواد جدا بشه، اولا خودش را دسترسی به منابعی که کل کشور مملکت واحد کشور واحد میتونست بشه استفاده کنه محروم کنه. به طور قطع وقتی یک مدنی از ایران جدا بشه، امیدوارم که هیچ وقت اتفاق نیفته، دولت مرکزی ایران رو خوش بهش نشون نمیده، راهها و مسیرهای ورودیش رو قطع میکنه، منابع در اختیارش نمیذاره، نفت گاز برق دچار مشکل میشه اون منطقه و از امکانات اون کشور واحد دسترسی به دریاها، تجارت، بنادر محروم میشه و مشکلات اقتصادی بسیار بسیار زیاد اون منطقه پیدا میکنه. مورد بعدی بحث فرهنگی. وقتی بحث فرهنگی میشه، ما نباید با زبان فارسی مسابقاتی بکنیم. زبان فارسی بحث دیگه، مردم و مناطق مختلف ایران زبان هم مختلف، زبان هم بویش هم مختلفی دارن، اما همگی همگی اونا در یه چیز توافق دارن و اون اینه که فرهنگ ایرانی دارن. فرهنگ ایرانی شان زبان نمیشه فرهنگ ایرانی، یعنی همون تعارف کردن ما بین دو روز ما چهارشنبه سوری شب گرد و مراسم مختلفی که برگزار میکنیم، چشم هامون، عروسی، عزاداری و همه اینا، ما در کلیت یک شکل هستیم، به اینا باور داریم. خوبن های مختلفی هم داره این مراسم ها و این فرهن، اما در کل همه که به یه جوری به این اینا قبول کردیم. موضوع بعدی بحث تاریخی. وقتی تاریخ ایران رو بررسی میکنیم، پادشاهان بزرگی که ایران داشته، کوروش، داریوش و پادشاهان مختلفی که همیشه بودن، ما جدایی و تفرقه نمیتونیم بین اینا قائل بشیم. مثلا نمیتونیم شما نمیتونیم ما یک کرد، یک آذری، یک سیستانی، یک خراسانی، کوروش، داریوش رو بگیریم. ما نمیتونیم از مردم یک بخش از اینا تخت جمشید رو بگیریم، آثارگاه رو بگیریم، میدان نقش جهان رو بگیریم، چه ستون رو بگیریم و آثار باستانی بسیار بسیار زیادی که هست. ایران مربوط به کل واحد به نام ایرانه. اون چیزی که هویت ما رو می‌سازه همین تاریخ ما و مربوط به یک بخش خاصی از ایران نیست. شاعرهای بزرگ ایران مثل فردوسی، سعدی، حافظ، مولوی، اینا از مناطق مختلفی از ایران اومدن، اما همگی ما اینو به عنوان شاعرهای بزرگ می‌شناسیم. اینا کسایی بودن که روایتگر داستان مردمان خودشون تو زمان خودشون بودن و نشون میدادن که چیزی به نام هویت ایرانی وجود داشته. من خودم درک میکنم نگرانیهای وجود داره، بعضی از افراد حقوقشون توی مناطق ضایع میشه، دسترسی به حقوق برابر ندارن، تبعیض‌آمیز باشون برخورد میشه، آزادی در زبانشون ندارن. همه اینا قابل حله اگر یک قانون اساسی مدرن بر اساس برابری، احترام به انسانها و مهمترین چیزی که باید قانون باشه ایرانی بودن ماست. مهم نیست که ما رنگی پوستمون چیه، زبانمون چیه، دینمون چیه، اصلا اینا مهم نیست. مهم اینه که همگی در برابر قانون برابر باشیم. چه اشکالی داره یه کرد علاوه بر زبان فارسی که زبان رسمی کشور باشه، زبان نامه‌نگاری کشوری باشه، زبان خودش رو بدونه، تاریخ خودش رو بدونه، یه کرد همینجور، یه فلور همینجور، هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره که کرد سیستانی وزیر بشه. این مباحث خیلی چیزا پیش ما افتاده یه برنده از کشور. ما باید یک ملیت واحد باشه در کنار همینجوری که در طول چندین هزار سال کنار هم دیگه بودیم، این بار هم در کنار هم باشیم و این پیچ تند تاریخی رو با سلامتی گذر کنیم در کنار هم دیگه و اون وقت یک کشور واحد پیشرفته و خوشبخت را بسازیم. ممنونم. خدا